آقا محمود، آقا محمود، پاشو، تلفن کارت داره، فکر کنم دوستته. هر کس بگو بره گم شه. هر چی میگم خوابی از رو نمیره. خب فکر کنم کارش واجبه، پاشو. مرده شوره، هر چی کار واجبه این وقت شب. تازه چه خبر اکرم خانم؟ مگه قراره هر روز خبری بشه تو هم؟ پس خبری، هر کسی به نال. ببین اون نلیلم ها گوشی اون از دار صداشتن در نیار که منم ملتفتی؟ میخوام ببینمت، باید کار واجب دارم. نه خیر، بابام باید کار داره، خشکل. ببین کی شماره دبا خونه رو گرفته. نه این دفعه رو تو گوش کن خرپوست، هنوز یادم نرفته معاملهی که بام کردین. به بابا جونت بگو همگی خونوادگی برین سینه قبرستون بخوابین. چه خبرته؟ تلفنو شکوندی؟ بابا بزرگ، باز که نشستیم به گریه زاری کردن. امشب شب شهادته، یه کاری کنین جون احیا گرفتن و قرآن سر گرفتن داشته باشین. من دعا میکنم، خودتونم دعا کنین. ایشالله خود حضرت علی واسطه میشه تا اگر بلایی هم هست بگذره. ای کاش به همین سادگی بود. و یونس نیز از رسولان خدا بود، چون به کشتی پر جمعیتی گریخت تا از عذابی که خود به قومش وعده داده بود دور بماند. قومش تائب شده، پس کشتی او به خطر افتاد. دیشب تقریبا 300 دفعه خوندمش. مسافران در پی یافتن همراه بدشگون و خطاکار در میان خود قرعه زدند که به نام یونس افتاد. پس یونس از غرق شوندگان شد. ماهی دریا او را به کام خود کشید و او ملامتگر خیش گشت. پس اگر به تسبیح و ستایش خدا نمی پرداخت، تا قیامت در آن شکم می زیست. شاید دعای تو باعث نجاتم بشی، ولی افتادنم تو دریا و کام عذاب قطعیه. بابا بزرگم، یه بار به خدا پیش دستی کردین، دیگه تکرارش نکنین. من برعکس تعبیرها و تفسیرهای شما، به دلم برات شده که اتفاق خوبی میفته. دیشب توی یکی از این تفسیرهایی که میخوندم نوشته بود حضرت یونس وقتی با عجل قومشو ترک میکنه، یکی از اصحاب دانشمندش اونجا میمونه، به مردم میگه دعا کنن تا عذاب نیاد. خب این میتونه تعبیرش این باشه که تو خونه عمو جلیل داره یه اتفاقای خوبی میفته که من شما ازش بیخبریم. پس بدا به حال من و حرفایی که به رامین زدم. ای کاش زبونم لال میشد، ای کاش قلم پام میشکست و خونه یا صد قفور و قادری نمیرفت. اگه بازم فکر میکنین خوابی که اول ما رمزون دیدین در حق خودتون بوده نه عمو جلیل، یادتون باشه که آخر خوابتون زنجیره اصالت از دستتون ریخت. غیر از اینه؟ صحبت خار مغیلان و رسیدن به کعبه نیست، صحبت غضب خداست. من تفره رفتم دین. بعد از شفای زن جلیل من باید ازش تقاضایی میکردم. چی؟ محمود پاشو ببین چی میگم. به خواب ابدی برم الهی که اینقدر صدای محمود نشنوم. بیکار شدی بیچاره، یه پسر بچه اومده دم در میگه ماشین رفیقت که باش مسافر کشی میکردی افتاده ته دره، آتیش گرفته. دره؟ بابای خودتو خود
بدین وسیله از آن اداره درخواست صدور مجوز را خواستار می باشم. با تشکر جلیل جاویدیان، مدیر عامل شرکت فرازساز. دو نسخه زدم که امضاش کردید، یه نسخه رو بدم به آقای دکتر. تو هم می خواهش؟ بله. برام رول بازی نکن، مطمئنم واسه تعریف کرده که چجوری دیشب تو روم وایساده. پرسیدم تو هم می خواهش یا برای درمون موندن از من خودتو وبال گردنش کردی؟ من خودم وبال گردن کسی نکردم. این حرفا رو واسه کسی بزن که شما دخترای امروزی رو نشناسه. چیه؟ از من جوانتره؟ غیر اینه که تو خودتو وبال گردنش کردی تو از قبلش وافور باباتو چاخ کنی؟ وقتی که تق شفا پیدا کردن زنمو در آوردم و نشوندمش سر جاش، اون وقت تکلیف خودم و تو و اون بابای شرف دود دادت رو یک سره میکنم. الو، همونجا باش، من میام. کجا؟ بهش بگو اون سویچ منو بیاره، میخوام برم بیرون. ایشون با ماشینتون رفتن منزل. منزل واسه چی؟ فریده، خط اتاق مامان هنوز وصل نشده. بابا جون چرا نمیفهمی؟ بابا اینا رو قطع کرد که کسی به دشمنش راپورت نده. حالا که هم جاسوس لو رفته هم دشمن فهمیده. برو کلید اتاق بابا رو بیار، میخوام این تلفن رو وصل کنم، این گوشی رو بدم به مامان. من تا بابا نگفته هیچ کاری نمیکنم. بی خودیم نگرد، کلیدش دست خود منه. آفرین خواهر گلم، برو کلیدو بیار. بابا شاید کسی با ما کار واجب داشته باشه. ای چرا اصلا نمیفهمی؟ شاید اتفاق بیفته. ها اتفاق؟ مرد شور تو ببرن که تو ترسوندن آدم های مثل باباتی. تازه اگه اتفاقی هم بیفته خب به موبایلم زنگ میزنم، حتی بچه هم. برو کلیدو بیار، اما نترس، چون تا وقتی کسی هست که نمیذاره حقیقت پنهون بمونه، اتفاقی برای اونایی که هنوز تصمیم نگرفتن نمیفته. کی گفته من تصمیم خودم رو نگرفتم؟ من تصمیم خودم رو گرفتم. من اون بر خطم، نه این بر خط. اینو تو گوش خودت و مامان فرو کن. فریده خانم صبر کن. خیلی هستن که اون بر خطن و یقین دارن که این برشن. خیلی هم این برش هستن و ایمون دارن که اون برشن. این خطی که ازش حرف میزنی ها زیاد قابل دیدن نیست. خود دانی. از جلو چشم برو کنار. مامان حاضر کردی؟ رامین، فکر میکنی تو این اوضاع احوال صلاح باشه بریم دکتر؟ آخه چه اشکالی داره مادر جان؟ آهان، درهای ایستادگی و مقاومت باز شوید که مادر خوشگل من داره میاد. آهان، درهای دشقیم خانه ما گشوده شوید که خروج مادرم همچون ایستادنش ایستادگی است. رامین، دشقیم خانه چیه؟ قلعه دیو سه سر. یعنی میخوای باور کنم از هیچ چی خبر نداری؟ حتی اینکه بابا تو دینا اومدن خونه ما بعدش چی شده؟ 97، 98، 99، 100. پول کمی نیست، بیشتر از کمترشه. واسه آقا جون جناب عالی پول تو جیبی نواشه، ولی واسه بنده درآمد یه ما مسافر کشیمه. شاهین، بالاخره میگید اون پاشیه واسه چیه؟ یه برم خونه دوباره کف مرگم بذارم. بشین بینیم بابا شنبله حال نهری. اونی که باید کار داره یکی دیگه است، من نیستم. الو، یه بار گفتم پاساژم یعنی پاساژم. خیال کردی برای من کاری داشت زنگ بزنم این کاسبای پاساژ بفهمم اون دورور دیدنت یا نه؟ برو این بازی ها رو برای کسی در آر که صبحی وزوز کردن و چرخیدن تو دور آقا ندیده باشه. شاهین پسر خوب، اگه این قضیه بیخ پیدا کنه دودش تو چشه هممون میره. ببین من نمیدونم از کدوم قضیه حرف میزنی،
فقط خود من الان دارم میرم دم خونه یه نفر که بابا گفته ازش پول طلب داره. همین. خودتی. گوش کن بچه. بابات با کمک تو دنبال اینه که ثابت کنه عموت سحر و جادو کرده. نه به خود عموت و مامان تو رامی. به خودش. بایست ببینم منو پپه گیر آوردی؟ سحر و جادو و جادو جنبله که خودمون یاد بابا دادیم که بذاره تو کاسه عمون. وقت تو داری تحویل من میدی؟ ببین من نمیدونم بابا کجاست، فقط با شناختی که ازش دارم مطمئنم سر لج افتاده که حال عمو رو بگیره. ده اولاق، پس دیگه چرا پنهون از من؟ شاید نمیفهمی خامت کرده که اول قضیه این سحر و جادو رو پیش خودش حل و فصل کنه. اگه بابات نتونه ثابت کنه که قضیه سحر و جادو بوده، اون وقت خودش میشه اون بلایی که قرار از آسمون سر هممون نازل شه. بفهم. حالا بعدم با هم صحبت میکنی. خدافظ. خدافظ. سلام. با کی حرف میزدی؟ با یکی بچه ها. چطوری پسر خلیل؟ با تو بودا؟ دخالت نکن. چیه؟ هنوزم طلبکاری؟ خب اینا بابت تسویه حساب خبرچینی قبلیته دیگه. بابا این بنده خودم آدم ساده یه بدبخت، فکر کرده شما دون پاشیدین بعدن سرش کلا بذاریم. کلا؟ پسر خلیل تو اگه کلا داشتی قاضیش میکرد. دفعه قبلم طمع خودت نذاش حرفاتو راجب رامین باور کنم. خروس قندی نشون دادی، تخت شاهی طلب کرد. هرچی بود درس عبرتی شد واسه امروزمون عمو جون. بگی بشین. پایان حرفای امروزمون راجب کار بعدی همین مقدار دیگه واسط می‌نویسم. البته علل حساب. بقیه‌اش میمونه تا اون چیزی که ازت میخوام ببینم اصله یا خروس قندی. عمو جون، اکی تالا قراره کاریتونو با آدم ها تو پارکا میذارین. اوه، من نگاه کن، بی خود سعی نکن انقدر نرختو ببری بالا. فوق فوق فوقش این میره جایی رامی، تو میای جایی بابا، با تو کاری ندارم، تو برو. ولی آخ شما. نه، خودم برمیگردم واسه تعریف میکنم، برو. خداحافظ شما. خب چی میگی؟ بینم عمو جون، اینجام چیزی نوشته؟ عمو اول ببین چی ازت میخوام. اگه توش حق بازی دیدی فوقش این پولا رو بردار واسه خودت، به کسی هم نگو مارو تو پارک دیدی. درستش اینه که بهت اعتماد نکنم عمو جون، ولی نمیدونم چرا مثل همیشه باز الکی مجبورم بهت اعتماد کنم. واسه این که همیشه جیبت خالیه محمود. اگه چیزی رو که میخوام برام بیاری بهت قول شرف میدم کمکت میکنم تا بارو بندیل تو حسابی ببندی. اگه شانس ماست فکر میکنم سرمره کسی تو کاره. پس شانست گفته. اول بگو ببینم راسته که این زنباباد اهل جادو جنبل و اینجور چیز هاست؟ نکنه سر زنبابای منه میخوای شما عمو جون؟ شاهین به شما گفته؟ پس شاهین درست گفته که از تو شنیده. نه بی خودی شورش کرده شاهین عمو جون، قد جادو و جنبل نیستن اوجا خوره بی نبا. یه مدت اون اولا واسه نازاییش اهل رفتن خونه رمال و کتاب وا کردن بود. ای تو خونه هم دود را مینداخت و قاطی غذامون فلان ملخ و بسار عقرب به خوردمون میداد. ولی وقتی که آقا جون فهمید کم کم از سرش انداخت. عمو جون اصلا شما به جادو جنبل اکرم چی کار دارین؟ بینم گفتی واسه نازاییش؟ عمو مرگ محمود منو گرفتی یا دارو درخت اینجا رو؟ ببین محمود، چیزی که من ازت میخوام یکی از همون بند و بساطای رمالی زنباباته، منتها بی سر و صدا و بی کماکاست. ببینم عمو، نکنه میخوای واقعا من برم از خونمون دزدی مزدی کنم واسه؟ بینم مگه من گفتم فرش پاره پوره هاتون رو واسه من بیار که اینقدر رفتی تو اخ؟ میاری
امانته. وقتی که دیدمش بهت پس میدم. راستی راستی انتظار داری باور کنم عمو جون که میونه خرت و پرتای شامورتی بازی زنبابای گیج من یه چیزی هست که دیدنش بیشتر از اینه میارزه؟ نه خودتون دو تا دو چهار تا بکنید. مگه مخ من روده است که انقدر پیچ و تاب داشته باشه؟ اگه بابات با همون خرت و پرتا زنموی افلیجتو شفا داده باشه چی؟ شاهین بهم گفت تو خونه زیاد تحویلت نمیگیرم. معمون تو میتونی بری زیر زبون باباتو یا اون نوه عزیز دردونشو بکشی. یعنی هدیه خانوم الان داره رو پاش؟ معمون چیزی که میخوام یه کتاب یه همچین چیزیه. اینقدر توی پارچه سبز پیچونده بودش. فقط به هم نگو دیدیش که من حرف تو رو قبول ندارم، خودم باید ببینمش. میدونی چه عمو جون، من و آقا جون یه مدت دور هم خط کشیدیم و کاری به کارم نداریم، ولی وقتی که گفتیم کتاب فهمیدم قضیه چیه. قضیه چیه؟ که آقا جون یه کتاب خطی و خداتومنی به طولش برده. اوه 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 اوه، حتما خود خرفتش از قیمتش خبر نداره. نه عمو جون ما نیستیم، بی خیال. خاک تو اون سر پرونده. تو خیر سرت میخواستی داماد من بشی؟ چی کشیده اون خلیل بدبخت از دست تو؟ حرف دهنتونو بفهمینم. اون من نیومدم مثل همیشه که از شما فوش بخورم و رایم کنینا. آخه دیوونه، من چه احتیاجی دارم که پاره پوره‌های بابای تو رو بدزدم؟ یا کسی دور و بر من نیست که من بیام سراغ تو؟ پسر من دارم صحبت چیزی رو میکنم که بابات مدعی قرآنه و با اون زن منو شفا داده و کسی هم ندیدتش و من میگم قرآن نیست. حالا خرفم شدی؟ یعنی آقا جون اومده خونه شما با اون قرآن زنم و هدیه رو یعنی چیز؟ آره خرفم. اما یعنی شما واقعا میخواییم بدونیم که آقا جون با اون قرآن زنم رو شفا داده یا با بساط رمالی ممالی اکرم؟ دست وردارین امو جون، دست وردارین. حالا کی مخش روده است؟ امو جون خودتون بهتر از من آقا جونو میشناسین. خوب میدونین که اهل جنبل جادو نیست. درسته دنبال یه سری امول بازی ها و خرافه پرستی هاست که مثلا با پای راستش بره تو توالت و با پای چپش بیاد بیرون، ولی محمود پس بابات یه مقدار خرافه پرستی داره و تو هم اون چیزی رو که من میگم ندیدی، درسته؟ آره تقریبا مطمئنم که همین مطمئنن و تقریبا. من اگه میخواستم به تقریبا اطمینان کنم به همون تقریبا بابات اطمینان میکردم. خب آره ببینم میاریش یا نه. آره یا نه بنویسم علل سابو. آخه همون خیلی مسخره است، خیلی مسخره است که شما به خاطر این پی من فرستاده باشین. ای بیچاره، تو هیچ وقت اهل ترقی و پر و بال گرفتن نیست. خیلی خوب عمو جون، قربونت برم. حالا چرا عصبانی میشی؟ فقط باید بهم قول بدین وقتی قرآن آوردم و مطمئن شدین بهم برگردونین که بذارم سر جاش. قبوله؟ تو هم باید قول بدی چیزی رو که ازت میخوام بی کم و کاست برام بیاریش. بینم یه ساعت دیگه همین جا خوبه؟ عمو مثل که الان سه چهار جفت چش تو خونه ماستا. نمیخوام بهت اینقدر فرصت بدم که بری تو بازار بعد علیشو باسم گیر بیاری. ساعت 12 شب وقتی که همه گرفتن مسجده یا خوبه؟ میاریش ویلا که اگر 12 شد 1 ما اونجا خودمون سر خودمونو گرم کنیم. عمو تو اونجا 2 ساعت طول میکشه من بیام. دیگه آخه ماخه نداری. راستی همون شما واسه چی میخوایی مطمئن بشین اون قرآن بوده یا نبوده؟ همین جوری واسه دل خودم پرسیدم، شما کارتونو بکنی. منم واسه دل خودم.
بیا تو ببینم. بدم کندوکی حوصله ندارم. بشین کارت دارم. مثل اینکه مرتفت نیستی بهت میگم حوصله ندارم. حوصله چیو؟ ندونم کاری بابا تو؟ زبون واکن ببینم چی شده. چی شد؟ دوکی من هیچی خبر ندارم. خبرم داشتم به تو یکی نمیگفتم. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه میری چهارتایی میای به اسم نصیحت کردن بابای بهش میگی شاهین اینو گفته، شاهین اونو گفته. مرتفتی؟ تو داد میزنی؟ شاهین آخر شیطون بیا پایین. بابات بره جلو عمود وابده از فرداش رامین و همین عموی عهد بوقی میشن آقا بار سرمونا. خودت میخوای که دارو نداره بابات بشه خرج مستضعفین و آخرت اکویری جفتمون. حرف بزن بگو ببینم چطوری میخواد تپه جادو جنبل عموتو در بیاره. یه بار بهت گفتم من از هیچی خبر ندارم. میدونی واسه چی خبر ندارم؟ واسه اینکه بابای بساز بندازم هنوز فکر میکنه من عملشم. باید هر کاری میگه گوش کنم، تو هیچ کاری هم فضولی نکنم. خوب شد غرور ما رو جریه دار کردی. نگاه مرد که گنده رو. یعنی هیچی بهت نگفته؟ هیچی شاهی؟ یه چک بهم داد برم باش محموده رو خر کنم پنهونی بکشونمش پارک. ولی وقتی رسیدیم پارک فهمیدم اونی که خره منم نه محمود. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه منو فرستاد به اون خودسیا خودش نشست با مردی که شیپیشو خلوت کردن. چش حقته، همین آشغال شیپیشو آفتاب دوزو تو پاچو کشیدی وسط. چه حرفایی میزنی ها؟ وقتی میگه برو محمودو بیار برم واسه جولیت بینوش بیارم. نه قربون چکته، میرفتی همسنش سوفیا لورنو پیدا میکردی. دیوونه. ببین یه فکری بکن حالا ببین چجوری میتونی سر زبون محمودو بکشی. دوکی من خودم هنده این صحبتم دو اگه راداش که من خودم کننده بودم قربونت برم. این محموده یه عمره دنبال اینه که منو دور بزنه با بابای ندارشه. حرفا میزنی تو اما اگه دنبال یه فکر مشتی هستی بگرد ببین خروز قندیه چیه میخواد محمود نشون آقا بده. فهمیدی؟ حالا دیگه هر وقت ازت میپرسم تازه چه خبر میگی هیچی خانم روزه. من کی گفتم هیچی؟ با کفش نرو تو اتاقش، میاد منو دعوا میکنه ها. اصلا کی به تو گفته عهدی خانم شفا بده کرده؟ کی گفته؟ خب معلومه شاه. چیه؟ ها؟ کی چیه؟ آقا جون کجا سکرم؟ خول شدی؟ همین الان بهت گفتم که با دینا رفته مسجد. ببین زمین رو چی کار کرده ها؟ بیا برو بیرون. اصلا تو این خونه چی کار میکنی؟ میخوام اینجوری کنم، اینجوری. نکن زلیل مرده. خوب شد؟ شدی به پا اتاقش؟ نکن نمیخوای کسی استخون چوب نوشته های سرتاقچه و زیرقاریچه آقا جونو پیدا بکنه؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. ببین چی کار کردی اینجا رو ها؟ محمود سلام. سلام. چه خبر؟ ماجرا رو به روم آورد. البته فکر میکنم من خودم وبال گردن تو کردم. فکرشو نکن، اون الان از دست من عصبانیه. کسی پیششه؟ نهار میخورن. دکتر پیششه که بفهمه چرا امشب ایشون خونه نمیرن. اه پس امشب هم خونه شما تلپ پای منقل. نه اگه بخواد بیاد خونه ما یا به خودم میگه یا به بابام خبر میده. رامی بابات صحبت رو کردن حقه شفای مامان تو اینجور چیزا رو میکرد. بعدش هم بیخبر از همه یه ماشین گرفت. نه تلفنی نداشتین. آقا گفتن که سویچو بذارید و خودتونم برید. چه اینم پیشت باشه محض احتیاط. لطفا انقدر نگران عذاب کردنه دیشب بابا بزرگ نباش. هم خودش صدقه کنار گذاشته هم من. چه میدونم. خب ما دیگه بریم دنبال یه لقمه نون. کسی با ما یا کوچه و خیابون کاری نداره؟ عمو جون یکم بی موقع نمیری سر کار؟ چرا بی موقع؟ امشب شب مسافرکشی نیست محمود. آقا جون اصل ثواب کار ما همین شب قتلیه است. تا از اون صبح باید بشینم پشت رول مسلمون ببرم شب احیا برگردونم برسم به سفره سحریشون. تو پریشب ثواب خودتو کردی، این شب قتلی بیا برو مسجدی جایی. ما
مردم هم ثواب میکنن، خودشون هم دیگر رو میرسونن. کجای کاری آقا جون، مردم تا زمانی که تو مسجد قرآن رو سرشون رو میگن الاف الاف ثواب و کباب رو میشناسن، همین که پاشون از مسجد بذارن بیرون خدای خودشون رو نمیشناسن، چه برسه به هم دیگه. شما همه تون میریم مسجد دیگه نه؟ میخواین ما به نیابت از شما قرآن سرمون بگیریم؟ چه عیبی داره جیرجیرک؟ آخه محمود امشب شب کار نیست، لااقل خونه بمون. اخ 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 آقا جون، تا آق نشدم برم. حالا خوبه حضرت علیتون صبح تا شب تهیچا کلنگ میزد. چی شده شما شیعه های از زیر کار در رو تا تقیب توقی میخوره کرکرهاتون رو به اسم خودش و بچهاش میکشین پایین میرین خونه هاتون؟ ولش کنین بذاریم بره، شاید دوتا مسافر رو صلواتی سوار کرد یه ثوابی برده امشب، از خون نشستن که بهتره. بیاین بیاین قضیه سرد میشه. چیه؟ نمیدونم چرا از عصری تا حالا هی معدم پیچ میزن و ول میکنه. یعنی چی میگیر و ول میکنه؟ شاید من روزه است. پاشو یه قرصی نباتی بزه دهنت. از اون که دادن قرص خوردم اما مسکی ول کن نیست. اکرم شکم خالی چه قرصی خوردی؟ چه میدونم، از همین مسکن بوسکنایی که تو خونه داشتیم. فکر کنم مال تقلای امروز باشه. چه تقلایی؟ چه میدونم، همین کارهای هر روزه دیگه. میخوای بریم درمانگاه جایی؟ نه نه خوب میشم. ببین سرسری نگیر، اگه ناجوره پاشو با هم یه دقیقه میریم درمانگاه. نه دوا دکتر نمیخوام دینا جون، فقط اگه میشه پاشو یه تیکه نواد بهم بده بندازم تو آب جوش. ای بابا چرا زبون به دهن گرفتی؟ وقتی که محمود میخواست بره میتونیستی با ماشین ببرمت بیرون. چه میدونم، گفتم خوب میشم. خوب گمونم مال به هم هم افتادن خودم و مارم از اون باشه. به باباتم تلفن نزدی که میاد اون طرفه یا نه؟ نه هنوز که عقلم به جایی نرسیده. باشه تو برو به کارت برس، من یکی دو ساعت دیگه زنگ میزنم. باشه قربانت، خداحافظ. رامی تلفن‌های خونه نه بازم باش کار داری؟ اگه اشکال نداره به فرضم داشته باشه، تو بابات که خر خودتون رو میرونی. حالا اون یک تلفن کجاست؟ تو اتاق باباست، درش هم قفله، کلیدش هم دست فریده است. شما هم بهتره یا خانمتون از خر پیاده کنی یا با موبایل شخصیتون صحبت کنی. فریده رو؟ نه اون خر خودشو برونه بهتره. آب چی توی دیگه؟ زن شماست دیگه. الو چی میخواد جون مخ ما تو؟ آره بابا تو ویلاست. سر را رفته بود شام بگیره. تو کی فقط وای به حالت، وای به حالت منو گذاشته باشی سر کار. حالا خود دانی. دینا چی شد؟ نمیای؟ بری بری اومدم. اکرم نمیای؟ نه میگه نمیتونه بیاد وایس پا به پای آقا به نماز غذا خوندن، حالا برای قرآن سر گرفتن میاد. که از این سابقه ها نداشت. شده دیگه. بریم. نکنه تنهای اتفاقی برش بفته. بابا بزرگ خودش میگه دردش کمتر شده، چیزی هم نیست، معده درد عصبیه، احتمالا مال فکر و خیال کردنه زیاد از دیشب تا حالاشه. انگار قسمت من اینه که همیشه لشکر مکه من شکست خورده باشه و وافله کربلا هم حرامی زده. حالا ناشکری نکنی شب قدری، من جونمو دوست دارم. میخواین خدا همین تمونده لشکرتون هم ازتون بگیره؟ خدا نه. پس چرا سر خرا نبردن بیریختا؟ به آقا محمود سلام علیکم. سلام خلصیم. خلصیم شما خوبه؟ خانم اینجا ها؟ امشب احیا نمیری؟ ما یومونو جای دیگه میگیریم آجا، شما بفرمین. تشکر آجا. سلام برسیم.
حاجی شما این؟ شانس خرکی ما رو باش، انگار ما تو حیات بخوابه. بله آن چی از کجا زنگ میزنی؟ گفتم بهت زنگ بزنم بهت بگم به احتمال زیاد امشب نمیشه. آره من شانس آفتاب دزدی هم ندارم امو. به گمونم امشبی که تو خونم اون شکم رویش گرفته نمیخواد بره مسجد. به این زودی جا زدی؟ ها؟ خب یه قرص خواب آوری چیزی بده به خوردش دیگه. نه امو نه، من بهشون گفتم میخوام برم مسافر کشی، نمیتونم بیگدار باب بزنم. گفتم زنگ بزنم بهتون بگم که اگه امشب نتونستم به دستتون برسونم یه وقت دستم کفری نشینا. نه کفری نمیشم، کفری نمیشم، منتها بیفته واسه فردا دیگه نه خودتو قبول دارم نه خروس قندی تو. فردا واسه من از 2 ساعت دیگه شروع میشه. تمام. الو الو مده گاوه رو ببینم. نه بگیر خودت خاموشش کن ناصر. چه؟ آره وایستادم این سر صدا بیفته بلکه مردم خوابشون ببره از دیوارشون برن بالا. گرفتی داش؟ دینا خانم. پس کجا؟ برمیگردم دلواپس اکرم خانمم، برم یه سری بزنم و زود بیام. فعلا.